دیگه بزن دیگه بزن بزن بشاره رو خلاصش کن. چه کسی می داند روزانه چند زن در ایران به دست مردان خانه خلاص می شوند؟ به این عکس نگاه کنید. نامش رومیناست. 13 ساله بود که به خاطر فرار از خانه در خواب با داس به دست پدرش کشته شد. به این چشم ها نگاه کنید. ریحانه 22 سال داشت که با ضربات میله آهنی به دست پدرش کشته شد. جرمش دیر آمدن به خانه بود. این یکی عکسی از فاطمه برهی است، دختری 19 ساله که شوهرش سرش را برید، آن هم به جرم فرار از خانه و ازدواج اجباری. این لبخند را به خاطر بسپارید. مونا 17 سال داشت که شوهرش سرش را گوش تا گوش برید و در خیابان چرخاند. جرم او هم کودک همسری بود و فرار از خانه. اینها نمونه ای از کشتار زنان است زیر نام ناموس. ما رفتیم دیدیم که این دوست رو برداشته موی دختر رو از تبریده پیچونده به دسته اون داس اینطوری نگه داشتی. میگه ببین نگاه کنید غیرت ها، من تونستم بچه ما بکشم، از پشت تونستم بچه ما بکشم. داس، چاقو و تبر در دست محارمی که در پناه قانون به نام غیرت آنچرا بی آبرویی و خطای ناموسی میخوانند با خون میشویند و زیر خاک دفن میکنند. به اسم غیرت همه همون دیگه باید چند وقت دیگه کفن بپوشیم. اگر به ریشه واژه ناموس یا غیرت به خصوص در مورد زنان برگردیم، میتونیم اونو ربط بدیم به این حس مالکیتی که در مردان وجود داره به زنان به عنوان یک اوبژه جنسی و یا یک فرد غیر اجتماعی که از خودش اراده‌ای نداره و در مالکیت در حقیقت مرد هست، حالا در ابتدا پدر و برادرش و بعدها وقتی که ازدواج میکنه در رابطه با شوهر و فرزند پسرش. یعنی اونها در واقع خودشون رو مالک اون چیزی را میدونن که از نظر اونها بسیار ارزشمنده، یعنی بدن زن، و خود زن در واقع ازش سلب مالکیت میشه به این ترتیب، برای اینکه این بدن متعلق به مرد دیگری است که تصمیم میگیره در مورد بدن زن. لای این پتو در گوشه میدان کسایی اهواز بدن زنی پیچیده شده که سر ندارد. نامش مونا بود اما غزل صدایش میکردند. فکرم 17 سالش بود که فرار کرده بود از دست همسرش که بعدم پیداش میکنه همسرش و سرش رو میزنه. خیلی هم با افتخار ویدیو گرفته از سرش که تو دستش. میشه گفت در نظام اخلاقی که درش ناموس و غیرت یه جایگاه والایی دارن و اینو فضیلت به شمار میرن، هر نوع در واقع پشت کردن به این ناموس پرستی و غیرت داشتن، یعنی عملی که منجر به این بشه که در حقیقت این ناموس و غیرت خدشه‌دار بشه و مرد در واقع آسیب ببینه، به عنوان خیانت به او تلقی میشه، برای اینکه این رابطه نابرابره و در این رابطه نابرابر یه نفر همه حقوق داره و یه نفر دیگه تابع است، ابژه است. یعنی زن در واقع تابع است، اون باید به خاطر اینکه مرد ناراحت نشه یا مرد در واقع رنج نکشه از اینکه زنی که دوستش داشته دیگر دوست نداره، همیشه باید به مردش وفادار بمونه و این به عنوان یک فضیلت و یک اصل در جامعه در واقع تلقی میشه. غیرت، واژه‌ای که مردان اجازه میدهد در پناهش زن کشی کنند. غیرت کجا بود؟ غیرت اگه غیرت باشه سر ناموس خودش رو نمیبره. ناموسی پس مرد داره چرا وقتی میرن خیانت میکنن به زن رو نمیکشن؟ وقتی صحبت از قتل ناموسی میکنیم یعنی که اون خشونت‌های ناموسی به جایی رسیدن که زن مجبور شده هنجار شکنی بکنه، اون هنجارهای ناموسی رو شکسته و حالا مرد یا مردان خانواده دیگه نمیتونن به اصطلاح تاب بیارن این هنجار شکنی ها رو، و برای اینکه جلوی این هنجار شکنی ها رو از طرف زنان بگیرن
به صورت برنامه ریزی شده نقشه میکشن که چه کار بکنن که این زن رو سربه نیست بکنن یا جلوش رو بگیرن. مردانی که نقشه میکشند تا عزیزکشی کنند یا عزیزانشان را به نام غیرت وادار به خودکشی. بسیار از این خودسوزی ها و خودکشی ها، یا حتی ما در تحقیقی که در شبکه مردان علیه خشونت آمیزی انجام دادیم مشخص شد که بسیار از این قرص خوردن ها، قرص برنج یا اسید سرکشیدن ها اجبار خانواده بوده به دلایل ناموسی. میخواسته این پدرش دخترش رو بکشه، حتی اون چی میگن مرگ موشی که چیز از عکس موشم روش کشیده پیش من نیست، من ازش گرفتم از دست باجنا. گفتم این چه کاریه؟ به زور میدادی، میگفت که تو اینو بخور ولی با اون پسره فرار نکن. مردانی که میکشند و خیالشان راحت است که هیچ قانونی در ایران یک مرد به اصطلاح با غیرت را بالای دار نمیبرد. ماده 630 قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، مبحث تعزیرات از کتاب پنجم، این اونجا به صراحت به مرد اجازه میده که زنش رو بکشه. واژه قتل ناموسی رو نداریم ما در به طور مشخص، ولی قتل در فراش داریم، به اصطلاح عربی هست قتل در فراش، یعنی مردی که زن خودش رو ببینه با یک مرد، مردی که زن خودش رو ببینه با یک مرد دیگه میتونه اونو رو بکشه. این یک نقطه‌ای که در واقع تقویت میکنه و اجازه میده واژه ناموس و غیرت میاد دقیقاً جای قاضی، پلیس، مأمور اجرای حکم رو میذاره یک مرد. اینجا یعنی ناموس مهمه و تو میتونی بکشی وقتی تو غیرت جریحه دار میشه. غیرت هم خب بالاخره هست دیگه. خب آره منم اصلا خودم باشم دوستم اصلا یه سری اتفاق رو بیفته، خب ولی اینکه تو اصلا جون طرف رو بگیری، خب شاید اوجش میشون اصلا باید چک حل شه. این نشون میده که خشونت ناموسی بسیار بسیار در جامعه ایران گسترده است و این بحث به قدری درونی شده که اصلا مردها به خودشون این اجازه رو میدن که درباره بدن زن، سکسوالیته زن، روابط عاطفی و جنسی زن اونها خودشون رو تصمیم گیرنده بدونن و اگر زن از این موارد تعدی کرد یا به اصطلاح این هنجارهای ناموسی رو شکست، به هر حال مورد خشونت قرار بگیره، چه به وسیله یک حالا سیلی کشیده، چه حبس شدن توی خونه، چه با چاقو، داس یا موارد دیگه از شدیدترین خشونت‌های ناموسی که قتل ناموسیه. وقتی یه پدر میبینه یه پدر دیگه سر بچهش رو زده به خاطر غیرت که مثلا آبرو افتخارشه، وقتی مجازات نمیشه تازه افتخارم میکنه به کارش، یه پدر دیگه هم میگه اوکی منم برم سر دخترم. تو راهروهای دادسرا پر از این ماجراها، دولت و قانون و دادگستری هم سرشون نمیشه. همین چند وقت پیش یکی سر خواهرش بریده بود، الکل تو گونی رفته بود پاسگاه، بعد با کمال افتخار گفته بود کشتمش که آبرومو بخرم. خب اعدامش کردن دیگه. نه چه ادامی؟ این که میشه قانون جنگل؟ قانون جنگل نیست، قانون آدم هایی که اگه نگاشون کنی ببینی اصلا آدمای من نیستن. بعضیاشون خیلی هم قیافه مظلومی دارن. باور کن هیچ چیزی خطرناکتر از اعتقادات و سنت های غلطی نیست که تو ذهن آدم ها جا بیفته. اون وقت اگه بخوان آدم بکشن با خیال راحت میکشن، نه فقط برای خودشون، دور و بریاشون قاتل نیستن بلکه قهرمانن. قاتلان ناموسی می‌دانند که نه تنها مجازات و محاکمه جدی در انتظارشان نیست، که در بسیاری از موارد هیچ خونخواهی حتی پرونده را پیگیری نمی‌کند. خانواده‌ها اینجا میشن پیاده نظام حکومت در کنترل زنان. پیگیری نمیشه، برای که اگه پیگیری شد امکان کنترل فراهم میشه و توجه زیاد بهش داده نمیشه، برای اینکه نظام قدرت نمیخواد، چون منفعت داره، سود داره میبره از همون پیاده نظامش که میشن پسرای خانواده، مردهای خانواده، پدرای خانواده، که زنان دارن کنترل میکنن. همون کاری که حکومت میخواد توی نماز جمعه ها داره فریادش میزنه، پدرها و برادرها تو خونه به خوبی و به طرز بسیار خشنی انجامش میدن و به مرگ بسیاری از زنها منجر میشه. انسان ها که مال کسی نیستن، شوهرشون صاحبشونه، پدرشون صاحبشونه، برادرشون صاحبشونه، کی باید این کارا رو درست کنه غیر از قانون گذار؟ کی باید بکنه؟ تا وقتی این طوره دیگه
صاحب خون کسی هستن میکشن دیگه. تا عصبانی بشن اولین کاری که میکنن چاقو رو برمیدارن و بچه خودشون رو میکشن دیگه. ساختار نظام حقوقی ایران، چه قوانین مدنی خانواده و چه قوانین کیفری، از یک طرف بازدارنده نیستن در رابطه با خطرهای ناموسی، از یک طرف خودشون تشویق میکنن. یعنی نقطه خیلی نادرستی بین نظام سنتی و نظام فرهنگی و نظام حقوقی وجود داره که اینها یک همپوشانی با هم دارن و تقویت میکنن این اتفاقا داره. آمار مشخصی از زنکشی‌ها در ایران در دست نیست، اما چندی پیش روزنامه شرق در گزارشی به نقل از پروین ذبیحی فعال حقوق زنان از آمار 1200 مورد زنکشی با انگیزه های ناموسی در کل ایران طی 20 سال گذشته خبر داد. به نظر من ریشه در سنت‌های غلط و اعتقادات غلط داره که متاسفانه قانون هم حمایتی نمی‌کنه از یعنی جلوگیری بکنه از این جنایت. حالت پیشگیرانه نداره قوانین، بیشتر سعی میکنن که سرپوش بذارن روی این اتفاقات. به هر میزانی که فقه و قوانین فقهی ما میخواد از سنت و فرهنگ‌های عقب مونده وام بگیره، به همین ترتیب موجب افزایش قتل‌های ناموسی میشه در ایران. بدون صیغه، بدون عقد دختر رضا رو رومینا رو بغل کرده بود، به خاطر همون رضا یه عصبانی شده. آدم نمیتونه یه مرغ و سر ببره، آدم به بچه خودش این کارو میکنه. نمونه دیگه که خود من باهاش مواجه شدم، پدر مادری بود که مشکوک میشن دختر 14 سالشون حامله هست و تلاش نمیکنن برای اینکه بدونن که علت این موضوع چیه، و صرف اینکه متوجه میشن از دبیرستان بهشون میگن که این دوست پسر داره یا هر چیزی، شب در خواب بالش میزنن صورت دخترشون و خفش میکنن و فردا معلوم میشه که اساسا مشکلی نداشته، هیچ ارتباطی با کسی نداشته و کالبد شکافیاش رو من دیدم، هیچ در واقع یک کیست تخنان داشته که احساس میکرده درد داره و به مادرش میگه، مادرش فکر کرده حامله است چون همزمان استفراغ هم میکرده، ولی کیست تخنان داشته. من بیوپسی من بدنش رو دیدم متاسفانه. و در حقیقت تو همون پرونده پدر قبول میکنه که قتل رو انجام داده، مادرم بلافاصله براش رضایت میده، مجموعاً یک سال و نیم در زندان موند، یعنی 3 سال حبس بهش دادن، یک سال و نیمش کشید، آخرش عفو مشروط آزاد. سکوت مادران و زنان خانواده گاهی وقتها در برابر این قتل ها خودش یعنی یک جور مشارکت در این قتل های ناموسی. قربانیان قتل هایی که ناموسی خوانده می شوند کسانی هستند که یک تنه با قوانین و آموزه های جامعه مرد سالار می جنگند. آموزه هایی که وجود داره در جامعه ایران از طریق آموزش و پرورش، از طریق رسانه ها، کانال های رسمی و حتی غیر رسمی مثل ادبیات و سینما و هنر مستقل ظاهرن، همه این آموزه ها دارن مفاهیمی مثل غیرتمندی، ناموس پرستی و تسلط و مالکیت بر سکشوالیته زن رو تبلیغ میکنن، آموزش میدن و این رو به یک مفهوم درونی شده هم در مردان و متاسفانه هم در زنان جامعه تبدیل کردن. آموزه هایی که زن را ناموس و غیرت را لازمه مردانگی می دانند و آن را حمایتگر و لازمه آرامش زن معرفی می کنند. این چیزی که داره اتفاق می افته احساس مالکیته، یک نوع حمایته، یعنی داره این یک تعبیر مثبت ازش میشه، از تسلط مردانه که به شکل غیرتمندی، ناموس پرستی و مالکیت بر بدن زن داره ظاهر میشه، به عنوان یک حمایت و یک مفهوم مثبت داره در فضای آموزش رسمی و غیر رسمی در ایران نام برده میشه و این باعث میشه که این مفاهیم درونی بشن و حتی توسط خود زنها ممکنه باز تولید بشن. بسیاری از این قتل‌های به اصطلاح ناموسی هیچ وقت گزارش نمی‌شود. قتل در پستوی خانه‌ها. سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید در طول یک سال گذشته دست کم 41 زن تنها در استانهای کردنشین کشته و 94 زن به زندگی خود پایان دادند.
این آمار در بازه زمانی یک سال 30% افزایش داشته است. نمیگم حالا اعدام، ولی طرف باید تو زندان باشه، هر کسی دستشه تو این قضیه. گرچه خبرهای زنکشی از برخی مناطق ایران بیشتر به گوش میرسد، اما گستره آن محدود به یک شهر و استان نیست. مردان زیادی در ایران برای آنچه حفظ آبرو میخوانند، دست جمعی نقشه قتل میکشند. عمدتاً یا کوتاه مدت یا طولانی مدت برنامه‌ریزی شده و این برنامه‌ریزی دقیقاً میخواد یک به اصطلاح کسانی که مرتکبش میشن یا جنایتکارانی که مرتکبش میشن میخوان یه فسادی رو حذف کنن، میخوان یه غیرتی برای خودشون رو بخرن. از این طریق هست که خود به خود برنامه‌ریزی میکنن و هزینه فایده میکنن. این برنامه‌ریزیشون در واقع در برنامه‌ریزیشون حتما قانون جا داره، حتما محاسبه میکنن که چقدر در زندان میمونن، کی برشون رضایت بده، تا چقدر زندان میرن و برای خودشون همه این محاسبات رو معمولا انجام میدن و طبیعی است که همین جواب این محاسبات و هزینه فایده‌ای که در جرم وجود داره اینها را سوق میده به ارتکابش. بازدارنده نیست این محاسبه و برنامه‌ریزی که میکنن، بازدارنده نیست، چون میتونن از باگ‌های مختلفی که قانون داره استفاده کنن و مجازات مناسبی دریافت کنن. تیغ تیز غیرت روی گردن زنان. به نظر من هر آدمی که برگشتی گفتی که باباش غیرتی شده این کارو کرده، اون آدم یکی از که این حرفو میزنه تو خونه اون بچه شریف. چه کسی میداند روزانه چند زن به نام ناموس به جای خانه امن ساکن خانه ابدی میشوند؟ رویا ملکی، رادیو فردا.